چشم و گوشتون رو حسابی باز میکنی. اسامی این اسبایی که بهتون دادم رو چیکارش میکنین؟ ون میگی. همه شونو؟ چی؟ معلومه همه شونو. اینا الان وضعشون چطوره؟ اول بشو هستن ما ون بدیم مردم دست تو جیب کنن و پول خرج کنن. شما نگران جیب مشتریات نباش، اونا بذار به عهده ما. شما فقط کاری که بهت میگن رو درست انجام بده، تمام؟ ما که همیشه کاری که شما میگید انجام میدیم. ما فقط میگیم یه موقع یه جوری نشه اینا رو ون نگیرن ما شرمنده تون بشیم. یک دو پلیس چی؟ هیچی ندین؟ نه فعلا دست نگه دارید، باید آمار اسبا رو در بیارم. تو دو سه روز آینده گویا قراره یه چند تا اسب اضافه کنم، اون وقت بهتون میگم که یک دو پلیس ببنده. این اسامی که بهتون دادم از روش عکس میگیرین و واسه بقیه برای بچه ها میفرسین. حواستون خوب جمع کنین و دولت خان چش و گوشش بازه، اگه کسی بخواد سر خود کاری بکنه و تمر کنه اون وقته که عصبانی میشه و زین میذاره پشت گردشون و خودش سوارش میشه. میدونی که با ایش کس شوخی نداره، به خصوص این هفته ها براش خیلی حساسه. چش و گوشتون رو باز کنی. حالا هم بفرمین یه چیزی بخوریم.
یادگار عشق آباده. سوقات پدرت برای گلین. مادرت از من خواسته بود نگهش دارم که حرف خروسی کردی بدم به عروست. بهتر خودت بدیم. یوشوار اون دختر الان دیگه زنت، باید دوستش داشته باشی، باید خودت تو دلش جا کنی، باید مهرت به دلش بیفته، باید درکش کنی. خیلی هنوز جوانه، باید مراقبش باشی، زنته. آلمان چطوره؟ حالش بهتره؟ تو چه کار کردی؟ من؟ اون شب زیر بارون یه چیزایی به من گفتی. منظورت چی بود؟ منظورت چی بود که گفتی هیچ مردی تو این سن و سال کاری نمی کنه که من کردم؟ من اون شب حالم خوب نبود. یه چیزایی گفتم الانم یادم نیست، هیچ منظوری هم نداشتم. کجا بودی تا حالا؟ چه خبرم؟ شیرینی هم میدونستی ما داریم یه مقدر شیرینی گرفتی ها؟ چایی هم برات بیارم. تا حالا کجا بودی؟ نمیشد یه تلفن بزنی بگی کجایی؟ نه سهرکو ها؟ بیرون. کجای بیرون؟ کی میاد؟ نمیاد؟ یعنی چی نمیاد؟ سر رفت خونه یه خونه کی؟ خونه کی رفت ما جان؟ خونه شوهرش. چی؟ سر و رفت شوهر کرد. تو رو خدا به خاطر من برگرد خونه.
تایماز تایماز به خاطر من چه بگویم نگفته هم پیداست غم این دل مگر یکی و دوتاست به همم ریخت است گیسویی به همم ریخت است مدت ها صحرا رو بیاره به شیرزاد بگو با آتا برن جلوشو بگیرن زود برن همین الان برن دیر برسن بدبخت میشیم
بهرا 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 کجاست؟ کجاست؟ چی کارش داری؟ چی؟ چی کارش داری؟ چی کارش داری؟ پدر بابا یک رای همین الان میرسه اینجا من خواهش میکنم زهرا خواهش میکنید از اینجا برید زهرا در آقا زهرا در آقا نزدید این اتفاقو برید زهرا خواهش شو کجاییم؟ کی میرسیم؟ تو راهیم داریم میریم دیگه اینقدر زنگ نزن آقا شیرزاد قسمت میدم به جون همو یه دونه پسرت ببین من بچه‌مو از تو میخوام یعنی چی؟ این چه حرفیه که داری میزنی؟ آقا خودت که میدونی تایماز جوشیه زود جوش میاره تو دلش چی نیستا؟ ولی خب حواست باشه آتا یه وقت عصبیش نکن به دیگه بلایی سر خودش بیاره ها آقا شما این بالا چی کار میکنین آقا بفرمایین پایین تو اتاق خودتون بفرمایین خواهش میکنم آقا من زنگ زدم آقا تا تو راه هستن تا چند دقیقه دیگه میرسن اینجا شما بفرمایین پایین خواهش میکنم آقا اینا خواهر برادرن مهم نیست مسئله خانوادگیه شما بفرمایید آقا خواهش میکنم برید توی اتاقتون درم قفل کنید تا وقتی که بهتون نگفتم نهید بیرون برید اتاقتون آقا Thank you.
اینجایی؟ اینجایی؟ بیا بیرون. بیا بیرون. بیا بیرون، میخوام بفرستم پیش اون بابای گور به گور شدن. بیا بیرون. کجا میخواین برین؟ تایماز نمیخواد برین، برگردین توی اتاقتون. تایماز زهرا گمشو من تو سهر رو نیدی جوه گمشو سهر رو حرام حماقت های تو شد یا گور تو از اینجا گم میکنی و میری یا میفرستمت اتاق انتهی گمشو آید برو توی ماشین بشین تا برگردم آن خدمت رو برمونه جا آقا تایماز آقا سلام عرض شد خیلی خوش اومدین رسیدنتون به خیر باشه ایشالله ایشالله عروسی خودتون ایشالله عروسی بچه هاتون خوب هستید؟ من آتا بهم زنگ زده گفته بیام اینجا بام کار داره نمیدونم چی کار دارم با اجازه شما برم اونجا ببینم چی کارم داره قربون شما این پسر کجاست؟ رفت کجا؟ چیزی نگفت حالشون اصلا خوب نبود آقا تب منو لرز
اولیا امشب این دوتا تنها. کیا؟ صحرا و این دختره که اینجا کار میکنه. امشب همینجا بمون، جایی نرو. چشم آقا همینجا میمونی، بالام نمیری. چشم آقا رو چشام. لافتوشک هم همینجاست، بگی بخواب میگم شام هم برات بیارن. دست شما در نکنه، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه آقا. خیلی ممنونم. چی شده؟ خار شدی؟ ها؟ میدون خالی دیدی که اینطور جولان داری میدی؟ من هنوز نمردم. من زندم. تا زندم به اجازه نمیدم پا جای پای بابات بذاری و مصیبت تازهی برامون درست کنی. مصیبت درست کردن کار آسونیه، سرسامون دادن مرد میخواد. سعی کن سرسامون بدی، مصیبت ساز نباشی تایماز. مرد باش تایماز، مرد باش. تو فکر میکنی من برای همیشه زندم؟ نه، عمر نوح که ندارم. بالاخره یه روزی چشمام رو هم میاد و میرم، اون وقت شما میمونید و ارث من. این خونه، مال، زمین هایی که مال منه، ارث من نیست. ارث من اون سازشیه که اینطوری خونه تو رو به جوش آورده. اگه صلح و سازش نباشه، اگه امید و آرزو نباشه، مطمئن باش که هیچ کدوم از شما زنده نیستید. آخ تایماز، 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 برای آخرین بار دارم بهت میگم، اگه یک بار دیگه دست از پا خطا کنی با من طرفی، اون وقت مجبور میشم برخلاف میل خودم به خاطر حفظ شرف و آبروی تایفم نابودت کنم، دفنت کنم. سلام گوهر جون، چه خبر؟ سلام، هیچ. آتش بدون دود نمی شود. یاشار گالان اونجا نبود، منم ظلماز و چی نبودم. یاشار از یوموت نبود، من از گوکلان نبودم. ولی وقتی یوموت و گوکلان به هم دختر نمیدادن، گالان چی کار کرد؟
رفت سلماز از چادر پدرش دزدید و برد. من بچه بودم یه قیمت گل بود میومد خونه ما. مادرم ماستی پنیری دوغی درست میکرد بهش میداد. پیرزن تنها بود، کسی نداشت، اما هر چی میگفت درست از آب در میومد. کتاب میدید درست از آب در میومد. هر وقت منو میدید میگفت دختر جون تو عمرت بلند، طالعت کوتاه، خدا بهت صبر بده. خسته شدم آقا شیرزاد، خسته شدم. آدم آدمه، آهن نیست که. خالد قلی و قلیش دعوا کردن، شوهر من کشته شد. من بدبخت بیچاره خالد قلی ماندم میان قلیش. 20 سال تمام عید شد نرفتم فامیلامو ببینم. پدرم مرد نرفتم، مادرم مرد نرفتم. داداشان بزرگ شدن، زن گرفتن، بچه هاشون بزرگ شدن، نرفتم. گفتم عیب نداره، میمانم بچه هامو بزرگ میکنم، خوشبخت میشم. اونی که من میخواستم نشد. دخترمو که دستی داریم به قاتلای شوهر. حواستون به پسرم باشه، اذیتش نکنی. به این قبله حاجات نفرینتون میکنم. اسمش چیه؟ صحرا. چند سالشه؟ 16 سال. کیه؟ یه دختری از همون طایفه که باش مشکل داشتن. از کجا میشناسیشون؟ من نمیشناختم ایشون، تو باعث شدی که بشناسم ایشون. من؟ یعنی چی؟ تو یاشا رو برداشت آوردی خونه که از من بخواد که برم با بزرگ طایفه صحبت کنم. من رفتم صحبت کردم. همون شب بزرگ طایفه آتگلدی دستور داد که خون بس بشه. یاشار پسر یزدان نوه ایلمان خالد قلی با صحرا دختر میر جلال نوه آتگلدی قلیچ. متوجه شدی مامان جان؟ نه متوجه نمیشم. تو یاشار خودتون به زور منو فرستادین که صحبت کنم، وگرنه عروسی بچه میر جلال و یزدان اصلا به من چه مربوط بود مامان جان؟ این همون چیزیه که آدم وقتی جوونه اصلا نمیخواد باور کنه که وجود داره. آلما، سرنوشت، اما سرنوشت هست دختر من. تقدیر وجود داره آلما. دروغ میگی. یاشار با دختر قاتل پدرش؟ کی باور میکنه که من باور کنم؟ دروغ میگی مامان. چند بار به دروغ گفتم که این دومی و بدتر این دروغش باشه. چند بار
من و تو. من و تو چی؟ من و تو اتفاق زندگی هم نیستیم، اشتباه زندگی هم، عشق، علاقه، دوست داشتن، هرچی هم که اسمش رو بذاریم، واقعیت همونیه که هست، چیزی عوض نمیشه. عزیزم آلمان،